ایشون گفت که اگر به اصطلاح کسی کتاب رو نخونده باشه من بحثی باهاش ندارم. خیلی ممنون آقای مهران نژاد، خیلی خوشحالم که با شما هستیم. تصویرم امروز خیلی عالیه، اون روز من یک کلمه گفتم نور زیاده، ایشون با من تماس گرفت گفت من متوجه شدم اون نور چرا اینجوریه و درستش کردن. خب ما چند تا سوال کردیم، رسیدیم به سوال 14 که راجع به تشیع بود و همین دوست هوشنگ خان هم مثل که از اونجا اعتراض کرده بود و زنگ زده بود. البته من گفتم اینا فقط حرافه، حرف عمل هم توش نیست. و خیلی جالبه آقای مهران نژاد میگه اصلا اینا رو چیز نکن چون برنامه سطح برنامه رو میاره پایین و وقت من و شما رو میگیره. ولی وقتی داشتیم راجع به شیعه و تشیع در فرهنگ ایرانی صحبت میکردیم، برمیگردم اون سوال میخونم ولی اون رو نمیخواد پاسخ بدین چون تو برنامه قبلی گفتین، چون سوال بعدی پیرو اونه. اینطور که شما میگویید تشیع در فرهنگ ایرانی ریشه عمیق دارد. حالا این دوباره برمیگردیم به همون یه سوالی که پس منشأ و ریشه این عرب ستیزی و اسلام ستیزی و شیعه ستیزی در برخی ایرانیان از چیست و از کجاست؟ حالا دنبالش اینه. خب شاه هم که خیلی شیعه بود، حتی قانون اساسی ما هم که میگه حتی شاه هم باید شیعه باشه، دین مشهد میرفت، کارهای دیگه انجام میداد. پس چرا علیه اون انقلاب شد؟ اگر دوست داشته باشید یکم راجع به این و این سوال که مربوط به فصل دهمه، چرا ریشه های انقلاب ایران را در شیعه بودن مردم ایران می دانید؟ یعنی گروه های سیاسی دیگه به اصطلاح وجود نداشتن یا فعالیت نداشتن؟ بفرمایید. سلام عرض می کنم خدمت عزیزانی و دوستان، بینندگان، شنوندگان و مخاطبان محترم برنامه‌تون، خیلی ممنون. بله چشم، عرض می کنم خدمتتون. شاه در ظاهر شیعه بود. ببینید در مورد دین اصلا یه بحث جداگانه ایه. من حتی یکی دو تا فصل در این مورد تو کتابم داشتم، هرچی فکر کردم دیدم نه اصلا ربط نداره، دین چیز دیگریست، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، اصلا دین این چیزایی که ما میبینیم نیست. وقتی من صحبت میکنم که تشیع فرهنگمونه، یعنی آداب و رسوم فرهنگی ماست، وقتی محرم میشه بریم سینه زنی میکنیم، این آداب و رسوم معنیش این نیست که وقتی که من میرم سینه میزنم، زنجیر میزنم، متدینم، با خدا نزدیکم، با اونی که نمیکنه به خدا نزدیک، اصلا اینا نیست. این اصلا کاملا یه بحث جداگانه‌ایه و خیلی متاسفم که مردم نمیتونن این مطلب رو درک بکنن. اگر درستشو بخوای، من خودم آقای استوربی حضرت عالی رو اتفاقا یک آدم متدینی به جا میارم. چرا؟ به خاطر اینکه دین رو من اینجوری میبینم که صداقت، راستی، مروت، درستی، شجاعت و یک رنگ بودن با مردم، همون که دارم دین اینه. اگر کسی اینا رو داشت، من به اون میگم دیندار، من به اون میگم شیعه. شیعه یعنی چی؟ ما در تاریخ آمریکا یه شخصیتی داریم به نام پاتریک هنری در دوران انقلاب آمریکا، که هر کی در آمریکا، بچهای شما هم درس خوندن اینجا، بچه منم همینطور، اینا تاریخ آمریکایی که خوندن حتما با این شخصیت پاتریک هنری برخورد داشتن و یک جمله خیلی معروفش رو در تاریخ آمریکا شنیدن، خوندن، میدونن. خیلی هم معروف، جمله خیلی ساده ایه: Give me liberty or give me death. خلاص فرمودید؟ بله. این همونه که امام حسین میگه الموت فی عز خیر من حیات فی ذل. مرگ با عزت شرف داره به زندگی با ذلت. این دینه. وقتی من میگم تشیع یعنی این، وقتی میگم شاه اسماعیل صفوی ایران نوین رو بنیان گذاری کرد بر اساس تشیع، یعنی اینکه قزلباشان تا آخرین قطره خونشون مبارزه کردن، جنگ کردن که این ایران رو حفظ بکنن. و این ایران رو ما از اون زمان داریم، قبل از اون واقعا ایران تیکه پاره شده بود، ایرانی وجود نداشت. اینو بارها عرض کردم خدمتتون. حالا وقتی که شما میفرمایید که شاه هم شیعه بود، شاه هم مکه میرفت، مشهد میرفت، فلان، این دین ساختگی و ظاهری و خرافیه و نه واقعا ارزش
فضیلتی نداره به هیچ وجه. کمان که مثلا فرض کنید حافظ میگه واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، به خلوت میروند گویا که پنچر میکنن. و همین جوراست. نه اینها دین نیست. من اتفاقا به صراحت از یکی از روحانیون پرسیدم که آقا فلسفه داشتن ریش در دین، حرفمو قطع کرد. گفت نه آقا، دین مسلمان باید ریش داشته باشه، پیغمبر ریش داشته، امام ها ریش داشته. گفتم اتفاقا به همین دلیل آدم باید ریششو بزنه. وحشت کرد، تعجب کرد، گفت چطور؟ گفتم به خاطر که شمرم ریش داشته، معاویم یزیدم ریش داشته. ببینید وقتی دید کوتاه باشه، کوتاه نظری باشه، همین به سجاده و دلق و تسبیح و اینا میبینن دین رو. اصلا اینا نیست. همون که عرض کردم شجاعت، صداقت، مروت. من خودم البته قابل نیستم که بگم شجاع و فلان، نه به هیچ، من هیچ کدوم اینا نیستم، گردنم از مو بایستره. ولی وقتی دیدم که ملت ایران یک انقلابی کرد که در تاریخ بی نظیره، اصلا به جای بحث نداره، تمام مورخین گفتن، کتاب فراغونه که گفتن از انقلاب کبیر فرانسه، این رو هم بارها گفتم، از انقلاب بلشویکی یه سر و گردن بالاتره. ما ایرانی ها به این انقلاب باید خیلی افتخار بکنیم که بعد از 151 سال، چرا میگم 151 سال؟ به خاطر اینکه قرارداد ترکمانچای در سال 1828 نوشته شد، انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 پیروز شد. 151 سال ما استقلال کامل نداشتیم و بعد از 151 سال به استقلال کامل رسیدیم. حالا بعد از انقلاب خرابی ها و اینا بحث دیگری است که من نه وارد شدم نه الان میخوام بشم، ولی تأکیدم بر اینه که وقتی میگیرم این ماشین تبلیغات افتاده به جون مردم، بیچارهشون کرده، گمراهشون کرده، هر که هرچی میرسه به چیزایی میگه. ما زمانی که الان 5-6 سال دیگه کار نمی کنم، بازنشست شدم، وقتی کار می کردم سافت‌ویر می نوشتیم، یه اصطلاحی داشتیم گایگو، GIGO، معذرت می خوام، garbage in garbage out. بله. یعنی اطلاعاتی که میدی به سیستم گاربیج، از اون برم خود گاربیج میده بیرون. وقتی که ما اطلاعات دریافتیمون غلط باشه، نادرست باشه، بدیهیه که نتیجه گیری هامون ارزم با حضورتون که تجزیه تحلیل ما همه غلط در میاد. اومدم گفتم بنشین این مطالعاتی که کردی بیشتر مطالعه بکن، واقعا حقیقت انقلاب و این ماشین تبلیغات رو بردار بنویس. حالا کتابی نوشتم، شما میفرمایید یه نفر تلفن کرده میگه که من میخوام با این مبارزه کنم، مناظره کنم، مشاجره کنم. نه، ما با کسی دعوا نداریم. اگر کسی میخواد اطلاعاتی کسب بکنه بخونه، نهایتا بگه آقا من خوندم قبول ندارم، دعوایی نداریم. ولی من خودم فکر میکنم صادقانه، دلسوزانه و بیطرفانه برداشتم چیزا. خیلی ها رو من دیدم، همین رو مثلا شما فرمودید که یه آقایی که گفته بود در کالیفرنیا کتک خورده، گفته من جمهوری اسلامی برات بوده، اسم نمیبرم، شما میدونید چی رو دارم میگم. همین آقا بوده چقدر دروغ میگه به مردم. دیگران دکتر فلان، دکتر فلان، مرتب دارن دروغ میگن و مشتریاشون هم نشستن 10,000 تا 50,000 تا اتاق فکر، نمیدونم اتاق کتککاری، اتاق فلان، چرت و پرت دارن برای هم میگن. اتفاقا همین دروغ گفتن اینا باعث قوی شدن اونا میشه، چون یعنی مردم اینا رو که باور میکنن، اونا رو یه سری آدم ضعیف و چیز میدونن و دنبال به اصطلاح یه راه حل درست حسابی نمیگردن، فکر میکنن با تمام حرفای بله. تمام بله. حرفای منم همینه. اول باید خودمون رو بشناسیم، هویت خودمون رو ببینیم چی بوده، انقلاب ما چی بوده، چرا انقلاب کردیم، آیا واقعا ما انقلاب کردیم، یا این دروغی که میگن که نه آقا این آخوندها رو آمریکا آورد، آخوندها رو اجانب آوردن. به هیچ وجه حرف درست نیست. ما باید به این انقلاب خودمون افتخار کنیم، به هویت خودمون افتخار بکنیم. بله قبل از اسلام مسلمان نبودیم، ولی بعد از اسلام مسلمان شدیم و مسلمان هستیم و به اسلاممون افتخار بکنیم، به تشیعمون هم افتخار کنیم. دعوا نداره که. خب آقای مهران نژاد، آقای اکبری که همشهری ما هم هستن، نوشتن که لطفاً از آقای مهران نژاد بپرسید آیا عزاداری ماه محرم همان دنبال روی سوگ سیاوش نیست، یا سیاوش هم میگن بعضیا؟
هیچ ایرادی نداره، اگرم باشه خیلی هم خوب هست. یعنی به عبارت دیگر ما داریم هویت خودمون رو و آداب و رسوم خودمون رو به این ترتیب حفظ میکنیم، هیچ اشکال نداره. بله. خب حالا سوالای خودمون رو برگردیم بگیم که چون بعضیا اینجوری فکر میکنن، آیا شما فکر کنید که تشیع هیچ عیبی نداره و هیچ صدمه هم به مملکت نزده؟ پیرو این سوال، آیا شما در کتابتون انتقادی هم به تشیع کرده اید؟ چرا، صدمه که زده، خیلی هم زده، و اگر مواظب نمیشه همه چی، شما ملاحظه فرمایید یه چاقو یک وسیله مفیدیه تو آشپزخونه، شما چیز میکنی ازش استفاده میکنی، هزار تا کار میکنی، ولی اگر درست استفاده نکنی دستت هم میتونی ببری. بله صدمه هم زده. مثلا فرض بفرمایید و تو برنامه قبلیتون عرض کردم خدمتتون که پیدایش سید علی محمد باب که یک فتنه بزرگی الان 167 ساله در ایران در دنیا درست کرده، خب این همون صدمه ای که خود شیعه میزنه و اگر مواظب نباشیم این صدمات رو امثالش رو زده و خواهد زد. چرا این چیزا هست؟ یا مثلا همین الان یکی از دوستان و اقوام من در ایران مرتب برای من کلیپ و این چیزا میفرسته، نق میزنه، بر میزنه، بد میگه، فلان میگه. خوب که سرصداشو کرده گفتم خب حالا چجوری میشه این مشکل رو رفع کرد؟ با هیچی، خیلی ساده است، باید 40 روز چله بگیریم، امام زمان میاد کارا رو درست میکنه. خب این صدمه همین تشیعه، همین تشیعی که شاه اسماعیل صفوی در سایه اون ایران نوین رو بنیان گذاری کرد، همین تشیع باعث شد که شاه سلطان حسین بیاد آش نزد بکنه که فتنه افغان مثلا رفع بشه. بله بله اینا هست. خودمون باید مواظب باشیم ببینیم از دارایی هامون، از سرمایه هامون حسن استفاده بکنیم، معایب رو رفع بکنیم، نه اینکه صورت مسئله رو حذف بکنیم. چرا، عیب داریم، حسن هم داریم، خیلیش هم داریم. و اما این که پرسیدید که انتقاد کردید، بله من و من خیلی خوشحالم که وزارت ارشاد ایرادم نگرفت. اتفاقا صفحه 415 نوشتم امروز رهبران تشیع در ایران در برابر آن جماعت اسلام ستیز و این جماعت ایران ستیز مسئولیتی خطیر دارند. آنان باید از ایران، فرهنگ ایران تشیع در برابر حملات، خطرات، خرافات، اتهامات و هر گونه ضربه احتمالی دیگر حفاظت و حراست نموده تا بتوانند از آن به عنوان بهترین وسیله، دقت کنید، بهترین وسیله برای خدمت به ایران و ایرانی و اسلام و بشریت استفاده بکنن. من حتی متوقف هم نمیشم که فقط ایران، من تنها ایران، البته که ایران در درجه اول، ولی تمام جهان. بالاخره خواهی نخواهی ما به بقیه جهان به هم مرتبط هستیم، مربوطیم. نمیشه فقط ایران خوشبخت باشه، افغانستان بدبخت باشه، عراق بقیه، نه، باید همون دست هم دیگر رو بگیریم. بنابراین باید از این وسایل و امکاناتی که داریم حسن استفاده رو بکنیم. و چرا، انتقاد هم کردم و خیلی هم خوشحالم که وزارت ارشاد ایرادم نگرفت. بسیار ممنونم. اولا اینکه آیا کوروش اولین پادشاه ایران بوده؟ چون فکر کنم قبل از اونم پادشاه داشتیم، ولی سوالو اینجوری شروع کنیم. کوروش اولین پادشاه ایران است. چرا شما به جای اینکه او را در اول کتاب بیاورید در فصل آخر آوردید؟ امروز من متوجه شدم که همه ما خوندیم و یاد گرفتیم جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکاست، در صورتی که نه، قبل از اون چند سال چندین رئیس جمهور دیگه بودن، یک سال یک سال، تا این که قانون اساسی آمریکا قبول شده و نوشته شده. و باید بگیم که جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور قانون اساسی آمریکاست. حالا شما راجع به کوروش برای ما بگید که اگه ایشون اولین پادشاه است، چرا شما در آخرین فصل رو بهش برنه؟ چون کتاب من کتاب تاریخ نیست، کتاب باستانشناسی هم نیست که من بخوام از اول تاریخ شروع کنم. کتابی که من نوشتم به طور اخص در مورد ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران نوشتم.
و این ماشین تبلیغات رو من مطرح کردم. خوب که تمام صحبتامو که کردم، اومدن اسلام به ایران و تشیع در ایران، صفویه و غیره، همه‌ای که گفتم، اومدم تا به انقلاب که رسیدم، خوب این صحبت رو که کردم، اون وقت گفتم خب حالا ما اینجا کوروش اولین پادشاهمونه که ایران رو به وجود آورد. چرا شما درست بود قبل از کوروش ما مادها داشتیم، دیگران رو داشتیم، وحشتره بوده و الاخر کوروش بله درسته بنیان گذاره، اما ما الان با دو تا کوروش روبرو هستیم. یکی کوروش ایرانی که اتفاقا من این صحبت رو کردم تو اون فصل آخر، و یک کوروش صهیونیست. شما اگر دقت بفرمایید الان ما مثلا چیزایی میبینیم مثل باشگاه کوروش، خانه کوروش، انجمن کوروش، آموزشگاه کوروش، سازمان کوروش، روز کوروش، سکه کوروش. این کوروش، کوروش ایرانی نیست آقای سوربی. تقویم رو یادتون رفت، تقویم کوروش. تقویم خیلی چیزا، بله بله بله. اتفاقا مؤیر ازری که آخرین سفیر و اولین سفیر اصفهانی ایرانی مؤیر ازری، منتها صهیونیست و رفت اسرائیل، از طریق اسرائیل هم اومد در ایران، ده 15 سالی هم با تمام سران ایران، سیاستمدارا، رهبرا، نظامیا، فرهنگیا، دانشجوها، استادای همه اینا رو تشویق می‌کرد، می‌برد اسرائیل، اونجا بعضیاشون تعلیمات می‌دیدن، دومی مدن اینا. اون یه جمله من اینجا نوشتم خیلی جالبه تو کتابش، میگه که از رسالت شاه، همین شاهنشاه آریامهر رو میگه، از رسالت شاه به عنوان خلیفه صدیق کوروش و جامعه شاه پرست و میهندوست یاد میکنن. این کوروش، کوروش صهیونیسته. نه به هیچ وجه، خیلی ما باید مواظب باشیم و نذاریم این مشکل بزرگ پیش بیاد. و این اساسی که درست کردن عربا، اومدن کتابا اون سوزن، من مسائلی که تاکید میکنم به این ترتیب، عربا اومدن کتابای ما رو سوزوندن، به زور مسلمان رو کردن، این همون دسترسیه که صهیونیستا درست کردن که عربا به جون عجم بندازن، شیعه و سنی رو به هم بندازن، ترک و فارس رو به هم بندازن، آب و گلالود بکنن و ماهی بگیرن. و اساس این هم همونه که تفرقه بنداز و حکومت کن، divide and conquer یا divide and rule، فلسفه انگلیسا. بسیار ممنونم. من الان عکس کتابتون رو نشون میدم که ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. شما تو در عنوان کتابتون با تاکید بر کلمه انقلاب اسلامی و نه جمهوری اسلامی خواستید این دو پدیده رو جدا کنید و تفکیک کنید. بله بله بله، کاملا درسته. من به قضیه اینطوری نگاه میکنم که شخص من یادگار پدرم هستم، یعنی همون راه، همون مسیر، همون زندگی، ولی مثل پدرم نیستم، خیلی چیزام تفاوت داره. فرزند من به همین ترتیب یه مسیری شروع شده و جهت دیگه پیدا میکنه، نسل‌های بعدی، جهت‌های بعدی، خیلی تفاوت میکنه. انقلاب اگر خاطرتون باشه که تاریخ یادشه، تقریبا همه ایران، وقتی میگم تقریبا یعنی 99-98 خورده درصد آری گفتن. خب این ملت موافق انقلاب بود. این انقلاب رو من به صورت یه اتوبوس یا یه قطاری نگاه میکنم که چند صد نفر سوارش شدن، همه موافقشن، همه موافق این مسیر هستن، ای دو سه تایی، چهار پنج تایی بیرون وایستادن. منتها همینطور که این داره حرکت میکنه، به هر ایستگاهی که میرسه یه عده‌ای میگن نه این مسیر رو نمیخوام برم، 4-5 نفر پیاده میشن، هی دونه دونه هر ایستگاهی که میرسه یه تعدادی پیاده میشن، به خاطر اینکه میبینن این اون نیست که من میخواستم. بله درسته. و من قبلا هم عرض کردم خدمتون که هنوز فرصت نکردم که کارنامه جمهوری اسلامی رو مطالعه بکنم و کتاب بنویسم، اون کتاب دیگری است. فعلا من تمرکزم روی خود انقلاب و ماشین تبلیغاتی که علیه اون بسیج شده و 43 سال بمباردمان تبلیغات علیه این انقلاب غرور آفرین ایرانی میکنه. بسیار ممنون. شما در رابطه با تبلیغات میگید،
عنوان کتابتون باز همین ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران، اگه امکان داره دو سه تا مثال در این زمینه برای این تبلیغات برای ما بزنید. مثال یکیش این که قبلا هم باز عرض کردم خدمتون، اون پروژه ماهان بود که اسرائیلیا دادن به ساواک که توی مردم پخش بکنید که عکس امام روی کره ماه افتاده. من همون اول بدون اینکه اطلاعی داشته باشم، آگاهی داشته باشم، کاملا برای مشخص بود که این تبلیغات برای تحقیر ما، تضعیف ما و توهین کردن به ما. ولی خب دشمنای انقلاب جست و خیز میکردن و خوشحالی میکردن، این رو مستمسک قرار میدادن و مرتب میگفتن. همین آقایی که فرمودی تو برنامه‌تون که در کالیفرنیا سر کلاشو بسته بود و میگفتش که من جمهوری اسلامی کتک زدن، حرف مفت. ایشون با این که به اصطلاح مطالعاتی هم داشت، به اصطلاح کتابهایی هم نوشته، ولی خب مغرضانه سنار نمیارزه این کتاب ها و این نویسنده ها و این تحلیلگر ها و این مورخین اینا. آقای صوبی واقعا از ما سنار نمیارزه کارشون، به خاطر که صداقت ندارن، انصاف ندارن، مروت معرفت ندارن، شهامت هم ندارن. همین آقا تو تلفن به من میگو که ضبط که نمیشه، میگفتم نه، جایی که پخش نمیشه میگفتم نه، میگفت من از دست این شاه اللهی های اینجا دلم خونه، در رابطه با همین که شاه حتی دیپلم نگرفته بود و چیزهای دیگه پشت پرده و اینها، ولی هم بهایی ها هم از دست شاه اللهی ها اینا نداشتن شهامته و به دلیل اینکه میخوان چند دلاری در روز در بیارن چیز میکنن. اتفاقا الان من و شما نباید با اطمینان بگیم اینو جمهوری اسلامی نزده، ولی از طرفی هم میتونیم بگیم که یکی دیگه هم بود که اصلا اون کور شد، اون میگفتن طلبکارا اومدن دنبالش. بله من اون رو به عنوان یه مثال میذارم. بله بله. اگر اون مثال رو نمیپذیرید، حتما این مثالی رو که میگم عکس امام رو کره ما، اون رو دیگه باید بپذیرید، به خاطری که اون پروژه ماهان بود، اسرائیل درست کرده بود، اما این شخص با اطمینان میگفتش که اینجوریه، این مردمی که عکس به اصطلاح خمینی رو به کره ماه دیدن. خب دروغه. حالا دروغ بر دو قسم است، دروغ آگاهانه، دروغ ناآگاهانه. هر دوش رو من ایراد میدونم. اگر ناآگاهی حق نداری حرف بزنی، باید بری مطالعه کنی، دقت بکنی، حقیقت رو پیدا بکنی و حقیقت رو بیاری بگی. من با شهامت، با قاطعیت پشت کلمه به کلمه صحبتهای کتابم هستم. بسیار ممنونم. شما یکی از این گروه ها رو گفتید صهیونیست ها هستن، به نظر شما چه گروه های دیگه ای و چرا اینها پشتیبان تبلیغات منفی علیه ایران هستن؟ 100% بهایی هم هستن، بحث نداره. اما در مورد مثال دیگه که خواستید، میخواستم اون سخنرانی امام خمینی رو که چه مزخرفاتی میگن که آی گفت من میام آب و برق رو مجانی میکنم ولی نمیدونم فلان کرد، اصلا اینجور نیست. اگر بخواید در مورد اونم توضیح بدم. بفرمایید. سخنرانی امام خمینی 12 بهمن در بهشت زهرا، اون سخنرانی بوده که در بعد ورودشون کردن، هیچ صحبتی از آب و برق مجانی نبوده. این رو دقت بفرمایید، شنوندگان بینندگان محترم هم دقت بفرمایید. آب و برق مجانی صحبتش در تاریخ 8 اسفند، اینم روزنامه کیهان، نمیدونم پیدا هست یا نه، میبینید شما؟ بله بله بله. 8 اسفند و سخنگوی دولت آقای عباس امیر انتظام گفته بود که برای کم درآمدها آب و برق مجانی میشود. این که بود 8 اسفند. حالا امام خمینی رفته قم، در قم 12 اسفند، اونجا برای اینکه مردم گمراه نشن و برای اینکه به دولت هم بگه وعده سر خرمن به مردم ندید، اونجا سخنرانی میکنه، مردم رو مخاطب قرار میده، میگه ما علاوه بر اینکه میخوایم، جملهش من اینجا نوشتم میخونم، علاوه بر اینکه میخوایم زندگی مادی شما مرفه بشود، زندگی معنوی شما را میخواهیم مرفه بکنیم.
شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردند اینها، دلخوش نباشید که تنها مسکن میسازیم، آب و برق را برای طبقه مستمر مجانی میکنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمر مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویاتشون ملاحظه فرمایید، ایشون داره نقل قول میکنه که اونهایی که اینو گفتن، مردم شما به این خانه را، این صحبت هم امروز هم اعتبار داره ها. بله ما نباید قانع باشیم اگر دولت چیزی به ما میده، من فلان مال خودمون خیلی بیشتر از اینا باید. البته الان به خاطر فشارهای 43 سال فشاری که آمریکا بیخ حلق ما گذاشته، من نمیدونم چقدر وقت داریم آقای سوربی، میخواستم چند دقیقه می دیگه هستیم بفرمایید. بله چند دقیقه دیگه هستیم بفرمایید. چند دقیقه دیگه بذارید این چند دقیقه دیگه رو، چند دقیقه یعنی چند دقیقه میخوام 5 دقیقه دیگه باشیم با شما. 5 دقیقه بسیار خوب. 5 دقیقه رو میخوام برات شعر بخونم که حسن ختام برنامه‌تون باشه. این روزنامه واشنگتن پست نشونت میدم، تاریخ 16 فوریه 2006. بله. خانم کاندلیسا رایس. میشناسمش. بله. رایس asks for $75 million to increase pressure on Iran. این همین پولی بود که ایرانی هم خیلی هول شدن، از جمله آقای ضیا بنده رو استخدام کرد به عنوان فیلمبردار، بریم همه دنبال این پول بودن. نه آقای سوربی، اون شعری که برات گفتم بوی کباب اومده 2003 بود. نه 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 2006. اجازه بدید من که تنها یه جا نبودم که 2006 هم رفتم، ای کاش شما از اون اطلاع داشتید، اون وقت برای اونم یه شعری می سرودید. بنده استخدام شدم که برم آقای ضیا در این چیز بگید پرس، نشنال پرس کلاب. بله. میخواد بیاد با رضا پهلوی صحبت کنه، رضا پهلوی هم اومد صحبت کرد. دوستان بنویسید توی گوگل سوربی فاصله رضا پهلوی، اونجاست که من از رضا پهلوی سوال کردم که خب شما میگید رأی و رأی گیری و فلان اینا که با رأی اومدن، ضمناً اگر شما نمیگی من رئیس جمهورم، نمیگی من پادشاه هستم، اگه مردم گفتن شما بیا بشو پیش نماز، شما میشی پیش نماز؟ اگه گفتن بیا چون این میدونی طرفداراشو سر کار گذاشته، به خاطر این حرفمون ما $600 اون روزم از دست دادیم. آقای ضیا البته الان مریضه، ما حلالش کردیم، ولی $600 ایشون به بنده بدهکاره. بفرمایید. به هر جهت اون مقاله‌ای که نوشته توی واشنگتن پست، من اینجا فارسیشو نوشتم، روزنامه واشنگتن پست در تاریخ 27 بهمن 1384 مقاله نوشت تحت عنوان کاندولیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تقاضای $75 میلیون به منظور بیشتر کردن فشار روی ایران را میکند. اونایی که میگن که نه این آخوندا نوکر آمریکا و فلان، اینا گوش دادن اینا رو. بعد هم ایشان تقاضای $10 میلیون اضافه تر را نمود. من بر این اساس این شعر رو گفتم که براتون میخونم. آخر وزیر خارجه آن وعده قانون چه شد؟ پورسانت و شیرینی و دلالی کمیسیون چه شد؟ در تحت تأثیرات خود صفهای دلالان نگر. پس وعده های لطف تو در فوریه در جون چه شد؟ آجدان قضی خانم پری شعبان بی مخ جعفری آن کودتای مخملی از پشت تلویزیون چه شد؟ پشت بلنگوها همه نشر اکاذیب و ریا سر داده اند، اما ز تو گنجینه قارون چه شد؟ مهواره ها بازیچه و بنگاه فسق و فاجعه تهمت زنی زیشان ولی قول بوش و شارون چه شد؟ شهزاده ایران زمین آماده بهر سلطنت، اما بگو کاوه کجا؟ آن فر افریدون چه شد؟ چشمک زدن می شد به ملیون گهی رد و بدل، چشمک زدن های تو با اعضای ملیون چه شد؟ مسعود و مریم یار تو، صدام حسین همکار تو، ای ناقلا دیگر نیازت با فراماسون چه شد؟ جیر مواجب در سیاست حکم آب ماهیان، پرماهی از دریای تو حکم سیاسیون چه شد؟ یک بار دیگر اشتباه بار قبلی می کنی،
نام مصدق را نگر شاهنشه مقبون چه شد. ریگان بزد زیرابی و نیکسون شنا قورباغه‌ای، قورباغه و زیرابی و عاقبت نیکسون چه شد. درسی بیاموز از گذشته، تجربه را پیشه کن. قیصر کجا، سلطان عثمانی و ناپلئون چه شد. گر تو دخالت میکنی در امر داخلی ما، پس پوزش کابینه آقای کلینتون چه شد. بن لادن و القاعده ملا عمر عمال تو، هاشا روابط بین این مافوق و آن مادون چه شد. در نطق خود حرفی ز دلداری و یاری گفته ای، پس عشق لیلایی تو با این همه مجنون چه شد. در الجزایر گفته ای دیگر قوانین نشکنی، همکاری نزدیک تو با اپوزیسیون چه شد. آیا دروئی و دقل هم شد مرام عیسوی؟ روح القدس عیسی سجایای حواریون چه شد. گر حق انسان ها چنین باشد که تو دم میزنی، پس گلستان سعدی و جمهور افلاطون چه شد. دینار و درهم مرهم و معجون کار کودتا، محواره ها آماده اند آن مرهم و معجون چه شد. گر می دهی آن مایه را از زیر میز و روی آن، پس آن حساب بانکتان در شهر واشنگتن چه شد. آخر مادام کاندولیسا، عیدی آن بیچاره ها، 10 میلیونش باج سیبیل، 75 میلیون چه شد؟ بسیار ممنونم. خب متاسفانه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما نمیتونیم از عهده این سوالات بر بیایم، ولی از دوستانی که سوال میکنن درباره شما ممنون و متشکرم. ولی اونایی که میگن ما حاضریم نمیدونم پول برنامه رو بدیم ولی میخوایم با این آقا مناظره کنیم، تنها شرط برن مناظره با خانم کاندولیسا رایس. تنها راه مناظره اینه که کتاب خونده باشن صفحه به صفحه، همینجوری که ایشون ما استناد میکنیم سوال میکنیم، شما هم استناد کنید و ایراد بگیرید. آقای مهران نژاد خیلی ممنون، ضمناً ممنونم که اون معنی تساهل رو به من دادید و بیشتر این که به اصطلاح ریشه ها رو به من دادید که یاد بگیرم، که یادم اون وقتا فعلا یه چیزی میگفتن بله دیگه. ما میدونید وقتی میریم هنرستان از کلاس دهم دیگه فارسی و ادبیات فارسی به صورت آدم های معمولی نداریم، خیلی یه فارسی خیلی کوچولو چیز بود. خیلی ممنونم، من مشکلی داشتم سوال کردم و ایشون آمد با ریشه و فعل و فاعل و منفعول به من یاد داد که مفعول به من یاد داد که تساهل از کلمه سهل و آسان میاد. خیلی ممنون که به اصطلاح این مشکلات و سوالات رو برای ما آسون میکنید و امیدوارم دوستان هم قبل از اینکه اعتراض کنن، یاد دکتر طهماسبی به خیر میگفت تحمل کنید، مطالعه کنید، بعد صحبت کنید. خیلی ممنون آقای مهران نژاد. لطف علی زیاد، خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای مهدی مهران نژاد بودیم. کتابشون این هست، ماشین تبلیغات علیه، اجازه بدین چون آدم فوری میخواد بگه جمهوری اسلامی ایران، ولی ایشون نوشته علیه انقلاب اسلامی ایران. من از روز اولم به ایشون گفتم این کتاب رو من تا دیدم و سرتیترش رو خوندم به اصطلاح گفت میدونستم که این سوال در مغز هر خواننده پیش میاد که چرا علیه انقلاب اسلامی ایشون گفته و نگفته علیه جمهوری. و ضمناً اون دوستی که فکر میکنه میلیون ها دلار، هزاران دلار دیگران به ما میدن، ما باز گفتم شما من نمیشناسید. من از روزی که حتی در تلویزیون رنگارنگ بودم اونجا یک کتابخونه درست کردم، گفتم هر کسی کتاب بفرسته ما اینجا کتاب میذاریم، به اصطلاح مردمی که میان میشینن بشینن کتاب بخونن و اینا، که بعدن خیلی ماجراها هم توش بود که کتاب می آوردن میستن اونجا، طرف میومد حالا با ما مصاحبه کنه، میومد مهمان برنامه باشه،
نگاه میکرد ببینه چه کتابی ارزش داره، کتاب رو کش میرفت و میبرد. اینم ما ایرانی ها هستیم دیگه، خارجی که نیست که. من دوست عزیز آقای هوشنگ خان، حالا اگه حقیقی هستی، حقوقی هستی یا قلابی و دروغی هستی، شاعر اما حقیقی، حقوقی، قلابی، دروغی، شما هم اگه کتاب بنویسی، زحمت بکشی، پست کنی کتابو برای من یه نسخهش، من همین جوری تو برنامه نشون میدم، ازت تشکر میکنم که رفتی پستخونه و پستش کردی. و توی آمریکا بهش میگن پلاگ یا پروموت، یعنی دربارش یکی دو دقیقه صحبت میکنم تا به این وسیله از شما تشکر کرده باشم. ولی من میگم آقا شما تصور کن آقای مهران نژاد میلیون ها دلار به ما داده، خب شما بیا با 50 دلار با 100 دلار این کار انجام بده اگه بیزینسمن باهوشی هستی. اگرم نیستی خب دیگه سرتو تو بیزینس این و اون نکن، کارمون خیلی خرابه. اگه من کار تلویزیون رو قطع کنم و برم، اقلن یک جمله سه کلمه‌ای از من موند آقای مهدی مهران نژاد، که هم فعل داره، هم فاعل داره و هم مفعول داره. کارمون خیلی خرابه. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه کانون آوا که دوستان روی یوتیوب هم به صورت بایگانی میذارن، با برنامه خود من و همین. حالا اگه آقای هوشنگ، آقای بهبانی تنبون شکشته باشه بالا بیتونه برنامه اجرا کنه، برنامه اونا رو بذار بازپخش میکنی. کارتون خیلی خرابه. من از ترس میگم کارمون خیلی خرابه که یه جوری بفهمی کارتون خیلی خرابه. این شما، شماره حسابم لازم نیست. این روزا با فیسبوک، با نمیدونم ونمو، با پیپل، با همه چی شما میتونی پول بفرستی. این دروغا رو بریز تو سطل آشغال. خب روز و روزگارتون خوش. خیلی ممنون که با ما بودی. بریم دنبال کار و زندگی. گفت برو فکر نون کن که برنامه های تلویزیون آب است و اونایی که نشستن تلویزیون ها براشون انقلاب کنن، 43 سال نشستید، هر مرضی رو گرفتید. پریروز به یکی از دوستان گفتم که همه دنبال اینن که بشن جزو 100 پولداران جهان، مخصوصا آمریکا. ما جزو 100 نشدیم ولی جزو 1/6 شدیم. حتما میگی این سوربی چقدر پول داره که جزو 1/6؟ نه آقا، 1/6، ببخشید 1%، همین دیگه میشه 1/6، غلط، 1%، بعد 6%. 6% از آمریکایی‌ها ستون فقراتشون اشکال داره، اسپاندایلس، همون خودمونم میگیم دیسک کمر و اینها. این مال ورزش، مال کارهای غیر عادی که یه دفعه آدم انجام میده، بعض وقتا هم تا جوونی اذیتت نمیکنه، بعدا به خاطر سرما، به خاطر شدت آرترایتیس و اینها، آرتوریست تو ایران میگن، اون ممکنه اذیتت کنه. در صورت ما اگر جزو 1% نشدیم، با افتخار جزو 6% هستیم. بهترین راهش هم نرمش هست، استراحت هست، و تا بدنتون بهتون میگه هی آقا داری از من بار زیاد میکشی، بارو بذار زمین و به بدنت گوش کن. از دوستانی که با ما بودن ممنون، متشکرم. به خاطر تمام اشکالاتی که در برنامه ها از 22 سال پیش بوده تا امروز، ازتون عذر میخوام. از همه دوستانی که با ما دوست بودن، نبودن، دشمن بودن، دوست شدن، ممنون و متشکرم. و بهتون گفتم شما باید نادان باشید که به خاطر اختلاف عقیده با یه نفر، اون رو دشمن خودتون و خودتون رو دشمن اون بدونید. بیاین با افتخار، با شهامت، با رشادت، با جرأت نظرتون رو بگید. کی میدونه، شاید شما درست بگید و شما اون رهبری باشید که مردم دنبالش هستن و همه غیبن. امام زمان که بنده خدا سالهاست غیب شده، آقای رجوی که 20 سال دیگه غیب شده، رضا پهلوی هم که مثل فیله، زنده و مردش، بودش نبودش هیچ فرقی نمی کنه. مرسی که با ما بودید. این پلیر 1 استودیو رو براتون بذاریم و بریم.